شنبه شب صدها پهپاد، موشک کروز و موشک بالستیک همزمان از مناطق مختلف ایران، عراق و یمن به اسرائیل شلیک شدند. دقیقاً مشخص نیست چه مناطقی در اسرائیل هدف اصلی این حملات ایران بودند. اما اگر به صحبت‌های رهبران و فرماندهان سپاه پاسداران در گذشته و گزارش رسانه‌های وابسته به سپاه بعد از حملات اخیر نگاه کنیم، شهرهایی همچون حیفا در شمال اسرائیل و تل آویو، قلب اقتصاد، صنعت و نهادهای امنیتی این کشور تهدید به نابودی شدند. راهگیری‌های دقیق سامانه‌های پدافند هوایی و قدرت دفاعی شکاری‌های نیروی هوایی ما به طور بسیار کارآمد توانمندی خود را به نمایش گذاشتند. وزارت دفاع اسرائیل نگفته دقیقاً چند موشک و به کجاها اصابت کرده، اما وزارت دفاع آمریکا می‌گوید از بیش از 300 موشک و پهپاد تنها 5 موشک بالستیک به اهدافی در داخل اسرائیل اصابت کردند. سپاه پاسداران مدعی است ده ها موشک و پهپاد به حریم هوایی اسرائیل وارد شدند و خسارات گسترده‌ای به تأسیسات نظامی اسرائیل وارد کردند. ما گزارشات دقیق و مستند و میدانی از اونها داریم، نشوندنده این است که این عملیات با موفقیتی بیش از حد انتظار ما اتفاق افتاده. فرماندهان سپاه میگویند موشک‌هایی به شهر ام فهم در 20 کیلومتری حیفا در شمال اسرائیل هم اصابت کرده. اکثر شهروندان ام فهم عرب هستند و این شهر به کرانه باختری تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین بسیار نزدیک است. اما یکی از نقاطی که هدف اصلی حملات ایران بوده، پایگاه هوایی نواتم در صحرای نگب در جنوب اسرائیل بود. وزارت دفاع آمریکا میگوید 4 موشک بالستیک ایران به این پایگاه اصابت کرده. این پایگاه چه اهمیتی برای اسرائیل داشت و چرا یکی از اهداف اصلی سپاه پاسداران بود؟ پایگاه نواتم در 90 کیلومتری بیت المقدس قرار دارد. پایگاهی با 3 باند پرواز. آشیانه اصلی هواپیمای نخست وزیر اسرائیل زیون وینگز یا همان بالهای صهیون. اما مهمتر، این پایگاه آشیانه پیشرفته ترین جنگنده های اسرائیل، جت‌های F-35 است. جنگنده رادارگوریز و گران قیمت. هواپیماهای سوخت‌رسان و هواپیماهای مجهز به سیستم‌های الکترونیکی برای جاسوسی و شناسایی هم در این پایگاه آشیانه دارند. سپاه پاسداران میگوید پرواز جنگنده های F-35 که حدود 2 هفته پیش 7 فرمانده سپاه قدس را در کنسولگری ایران در دمشق کشت، از این پایگاه بوده است. عملیات به نحوی طرح‌ریزی شد که هم مرکز اطلاعاتی بزرگی که اطلاعات لازم را برای این جنایت برای صهیونیست‌ها تأمین می‌کرد در ارتفاعات جبل الشیخ در مرز سوریه با فلسطین اشغالی مورد هدف قرار بگیره و هم پایگاه هوایی نواتیم که هواپیماهای F-35 برای مورد هدف قرار دادن کنسولگری ما در دمشق از اونجا بلند شده بودن مورد هدف قرار بگیره. دقایقی پیش از حمله ایران، اسرائیل هواپیمای نخست وزیر و ده ها جنگنده F-35 مستقر در این پایگاه را به پرواز درآورد تا از حملات ایران در امان باشند. تصاویری که وزارت دفاع اسرائیل منتشر کرده، خسارت جزئی به یکی از باندهای پرواز این فرودگاه را نشان می‌دهد. اسرائیل می‌گوید این حملات باعث مختل شدن پرواز از این پایگاه هوایی نشده است. ژیورگول، BBC.